أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم عليه وحتى أعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد. چیزی هم میشنوی؟ حد کفایت برای کتابت؟ این دست حد کفایتت کجاست؟ اجازه میدهی؟ گمان میکردم گوشایت باید از این حرفا پر باشد. ثم لا یکن امركم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق لرسول الله؟ هرچند گوش جان میخواهد شنیدن این حرفا که این جماعت ندارند. حرفهای بودار میزنی؟ حقیقت بودارد؟ با حسینی؟ با حسین بودم میان خیمه های ابن سعد میپلیکیدم. یعنی قلب و کلامت یکی نیست؟ نمیتوان از حق گفت و با حق نبود؟ کدام یک از اینها نمیدانند که سمت حقیقت این سو نیست؟ تو؟ من؟ با
این همه شیفتگیت به کلام امیر آنسو. تو چطور؟ من شبانی هستم که ناغافل وارد این پیکار شدم. جامعه شبانیم رو به رزم نمی آلایم. حالا آفتاب حقیقت از هر سمت که می خواهد بالا بیاید. از کدام این سو سرزده این خورشید؟ نمی بینی؟ کلام حسین برای سپید موی چون تو باید آشنا باشد. شبیه جدش نیست؟ او هم هر وقت واجب انتخاب میکرد از عرش گوش استماعی برایش نمیابد. انگار دلت لرزیده؟ دل لرزان به کار این پیکار نمیآید. حق امروز مرد میدان میخواهد و تیغ اوریان تیغ در دستم. میبینی؟ زبانت کم از تیغ ندارد. تو چرا شفتی؟ شبانی به بی‌پروایی تو ندیده بودم. نانخور هیچ سوی این میدان نیستم. هراس سهم نانخور هاست. تمام نمی شود این طعنه ها. دل از پس هر طعنه قصدی دارد. دل من هیچ. خیالت را راحت کنم. بیعتی که با خلیفه مرحوم داشتم قرص است و استوار، ستون خیمه اعتقادم همان بیعت است که به طوفان‌های آن سو نمی‌لرزد. تومه خوبی نیستم برایت. تومه؟ ممز هیچ نخورده ای؟ نه. نان خوش غذای مجنون هاست؟ تو چرا بر نمیگردی به قبیلت؟ حسن آمده، حسش میکنم. سر تو این زنجیست خدا داند. عرصه پیکار رو خالی نکن حسن جان. بمان طالعت را گره بزن به طلوع حق. من نمیدانستم همه ایشان میایستن در مقابل حسین به طلب خونش. چه میخواهی؟ کاش حسن بودم تو بلاشوبش رو پایان میدادم. مگر خودت مادر نداری؟ فرشته دارم که خداییم میکند و منت بندگیش میکشم. از چه میگویی؟ نگرانی و آشوب مادر سنگ رو میساید. چه رسد به من؟ آمده ای اینجا که چه؟ آدم ها سراغ خیمه مطبخ برای چه میاد؟ قوت سربازان است این، نه گوسفندچران. سیر کردن گرسنه ای در قاموس این قوم نیست؟ چرا نان خشک؟ نان خشکیده را از شهرش آورده تا لب نزند به حرام این حرامی ها. قوت این قوم حرام است. حرام. دختر خوبی است. نزد او بمان. از این بیابان نگذر. راز جامه بپوش. نمیبینی همه تماشا میکنند؟ حراسم از توست. حراسم از توست. از جنونش کیف میکنی؟ دل این زن به خورما نمیگیرد؟ به دل او چه کار داری؟ خودت چطور؟ خورمای سربازان خار میشود در گل بیاد؟ استنتاق میکنی؟
فقط یک نفر رو میشناختم که خرمای بیت المال رو مینهاد در ازای نان خشک خانهش. پس او را میشناسی؟ هیچ که او را نشناسد. همه ایتان که رو در روی فرزندش ایستاده اید. تو هم از سیاه همه سپاهی. شمشیر کشیدم؟ رزم جامعه هم میبینی؟ مردان کمی هستن که در لباس شبان پی سربازی بینام میگردن. ابن سبیخ؟ از او خبر داری؟ کاری نکن که فریاد بکشم و دیگران را خبر کنم. تو که هنوز اینجایی؟ یک نفر از آنها رفته دست ببره به خزانه. یا رسول الله، صدای چیست؟ رستاخیز شده. بلبله سپاه. بلبله برای چه؟ تا صدای حسین نباشد. سنگ دل کم نیست در این سپاه. بلبله هم از همین سپاست. حسین کلامش رو نیمه گذاشت. حدا به حالشان. برگشت به خیامش. اسم علیست. این خانواده پیش از پیکارها حجت تمام میکنند. روز جنگ است امروز. چیزی غیر از این میبینی؟ دل آشوبم. از پس 30,000 مرد جنگی دست سواری به خیمه نمیرسد. رو در روی فرزند رسول خدا ایستادن سخت است برایم. باید طرفت رو انتخاب کنی. گریزی نیست. خودت چه؟ کدام را برگزیدی؟ هیچ کدام. مادر پیری دارم که چشم را هم است. از این همه او را برگزیدم. انتخاب عاقلانه است. من اما اگر بروم و زنده به کوفه برسم، تا عمر دارم نمیگذارن آب خوش از گلویم پایین برود. پس به منو برگزین. چه بود؟ عمر سعد. فرمان نبرد. یا قیاس المستخیص. خدا به خیر کنند. خیر. هزاران چوبه ی تیر. خیام حسین فرود آمد. شست بر جان سپاهیانش. مردان حسین روی زمین افتادن. برمیخیزند. هر کدامشان رو چند مرد ببین. این سو اگر دوباره تیر بر چله کمان کنن، کار جنگ تمام است. کمان ها رو زمین میگذارند و شمشیر به دست میگیرند. سپاهیان کوفه و شام سر سر جان آنها رو می ستوند. چرا؟ کینه کنه تا قیامت دل صاف نمی کند. از شطور بدتر. بر سر عنادی که کجا آب میخورد خون میریزد جان میدهد. این جنگ هم امروز خون ها میریزد بر این خاک. حراست از چیست که قصد گریز کردی؟ صورت چرا پوشانده ای؟ با من چه کار داری؟ نامت چیست؟ نامت به چه کارت میاد؟ تالهشون رهایم کن که هر نفس سعادت هم رانده ای. نکنه حراست از کسیست که پیت فرستادم؟ چه میگویی؟ نامم مروه است. تنور جنگ شعله میکشد. مردی خزیده پشت آخرین خیمه به قصد گریز از معرکه. بگذار بروم. به گمانم تو همونی هستی که پیش بودم. صد راه هم نشد. به جان عزیزانم تو را نمیشناسم و از میدان نمیگریزم. با من بیا. کسی باید شهادت به درد نامی که گفتی. چه بود؟ اروه؟ نمیخواهم دیر برسم. به مقدساتت قسمت میدهم که رهایم کنی. من را خوب نگاه کن.
من پسر صفانم، مرا نمیشناسی؟ من هم تو را به مقدساتت قسم میدم که راست بگویی. تو ابن سبیق نیستی؟ میگویم نامم مروه است. به هرچی میپرستی رهایم کن. پس گوری زد برای چی بود؟ برای ارباب. به هم پیالگی هایت بگو غلام هر رفت نزد اربابش. پس چرا سر صبح با هر رفتی نزد حسین؟ باران تیر که بارید دلم تاب نیاورد. امیری مثل حسین تنها باشد و امیری مثل ابن زیاد با 30,000 مرد. بگو عربه خونش را با دلبر معامله کرد، نه با زر. این شده کر بلای تو تبه اشتیاق من، ای که مقام منام داده بکن فیر و حیم قطره ی بر دل و جان من بزن. دست مرا گرفتی بار دگر، رها مکن. دست مرا واقعا شبان است؟ به من و تو چه؟ با من از حق و حقیقت گفت. سمتش معلوم نیست. میان لشکر ابن زیاد آه برای حسین میکشد. از دلش چیزی نمیگوید. بیرزم جامه با این همه حرفای متناقض. لحنش هم به شبانی روستازاده نمیخورد. کم مشکوک نیست این مرد. تو که سفره دل پهن نکردی با او؟ با شبانی غریبه؟ زنی رنج کشیده که راز دلش سرباز کند غریبه و آشنا نمیشناسه. تو مراقب خودت باش، عنان دل از کف ندهی. ما بخت برگشتگان تباخان جنگیم، نه جاسوس امیر. کافیست این تشویش، زودتر بیا. چرا فرو خفته ای شبان؟ دو سپاه این همه نابرابر ندیده بودم. تیرباران هم نابرابرترشان کرد. شب دیجو شد، روز بیابان از این همه تیر. طلوع خونینی داشت امروز. امان از غروبش. مردان به خون خفته حسین زیاد بودند. قرین 50 نفر. بیش از 50 نبودن. اسامی را که مرتب کنم تعدادشان مشخص می شود. چه سخت بر زمین می افتادن.
همین خواستن بارها برای حسین. چیزی انگار فراتر از خون به رگهای مردان آنسوست. اینها را هم نگاشته ای؟ اعجازی که به رگهای آنهاست شاید وقتی دیگر شود. اکنون نگارنده وقایع نه خیالهای. اینها سیاهه کشته شدگان آن سپاه است؟ عده ایشان عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری خزرجی هم در سپاه حسین بود؟ می شناسیش؟ از گواهان قدیر بود در رهبه. چه شبانی که خواندن می دانی؟ کنان ابن عتیق تقلبی. دشمنان خلیفه را خوب می شناسی شبان؟ شرط نجات از شناخت دشمن. کنان ابن عتیق تقلبی از دشمنان سرسخت بنی امیه بود. همراه پدرش در احد و خیبر حاضر بود. در جمل و صفین و نهروان هم علی را رها نکرد. دیروز به کربلا رسید. چگونه از کوفه گریخت به سمت حسین؟ همان گونه که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن وسجه اسدی خود را به حسین رساندند. ابو شجاع سکه هایت را نیاورد. گمانم درگیر میدان شده. خبر تازه ی ابو نعمان. شنیدم تعدادی از نزدیکان هر رفتند. گریختند یا پناهنده حسین شدند. بعد از آشفتگی تیرباران غیبشان زده. شاید ابو عزیز بداند. به حسین پیوستند. از کجا دانستی؟ یکیشان را موقع پیوستن به حسین دیدم. چه وقت؟ هنگام طلوع. مانعش نشدی؟ نتوانستم. عبار میکشیدی؟ بالاخره سربازی آنجا پیدایش میشد و کتوبالش را میبست. هیچ کس نمیتوانست مانعش شود. نتوانستی یا نخواستی شبان؟ به جسمی میمانست که دیوانوار به سال روحش را طلب میکرد. به سال روحش را در کنار هور میدید؟ در خیام حسین. عبد نوکر ارباب است. عبد بی معبود بماند برای چه؟ یعنی در پی فریضه بندگیش به هور پیوسته؟ بیشک. این مرد را ببین، قطره قطره خونش را میریزد به پای ابو شجاع. آن غلام توفیق داشت با این مرد. عبد بود اما عبد حسین نه هور. شاعری را هم علاوه کن بر شبانی آقا. برای مجید بود که چرا یک مرد مشتاق رفتن به سمت باخته ی جنگ است. این را هم سیاه کن ابو رافع. عروه غلام هور به سپاه دشمن پیوست. چه میگوید این ابو نعمان؟ کبیری فراختر از این برهوت در جگر دارد. باید راه باز کنند از فرات تا دهانش. چرا خودش در پی گرفتن آب نمی رود؟ ابو شجاع گفته قیامت هم شد دور نشود از صندوق. پس این اماره کجاست؟ این رو از کجا یافتید؟ ابو شجاع آوردش. گفت غنیمت فتوحات تازی اسلام است. عرب است؟ عرب اگر بود این همه بیتاب نمی شد از گرمای کبیر. اهل کجاست؟ لعنت بر این اماره. خودم باید بروم پی آب. او واقعا نمی شنود؟ گاه مانده نیست. گرما گرم نبرد است و ابو عزیز تنها.
دست پر آمدی؟ آمد چه بود؟ حاتم. جناب حاتم، شبان آن بیست گوسفند صلات ظهر دیروز آمده سکه هایش را گرفته. بیشک شما مأمور و امر دیگری هستید. شکم برده بود که یک شبان چرا باید سراغ سکه هایش را از خیمه ی کاتبان بگیرد. نه هراسید. خبر را اول برای خودتان آوردم. فقط نزد امیر برایم آبرو بخرید. آبرو بخرم نزد امیر؟ امیر عبیدالله دیگر. امر سختیست خبرچین امیر بودن. میدانم مأمور به کتمان این حقیقتید. بیرون خیمه آمدیم تا سرتان فاش نشود. نگران نباشید. دهان ابو شجاع قرص است. قفل‌های گران‌تر از این صندوق دارد. فقط تو بو بردی؟ دست و پا گیر مأموریتتان نمی‌شوم. می‌خواستید ابو شجاع را بیازمایی در امانت داری؟ شبان شدید که دست به امانت خلیفه نبرم؟ حالا رو سفید شدم؟ اهل خیانت نیستی. خدایا شکرت که منت بر سرم نهادی تا به وسوسه شیطان پایم نلغزد. برای همین است که معتمد ابن سعدم. این صندوق ها را به هر کسی نمی سپارن. حالا این ودیعه تا کی نزد توست؟ نامه ای را شمر دیروز آورده. امیر فرمودند عده ای از سپاه مهیای تاختن بر پیکر حسین شوند. آن نعل‌هایی که صبح علت طلوع دیدم به سبب تاختن بود. آره. کسانی که امروز بر پیکر حسین بتازند از این سکه ها خواهند برد. چه حاجت به انجام این کار؟ اطاعت دستور امیر و تقرب به خلیفه. کسی هم داوطلب شده؟ آره حسین که تمام شود اعلام میکنیم. و اگر کسی اجابت نکرد؟ خود به تنهایی بر پیکرش میتازم و این نعلها را به نشانه ی تبرک بر سردر خانه هم میابیزم. سلام بر امیر ابو شجاع. چه میگو؟ کاری داشت که باید انجام دهم. جوان کناری ابو شجاع چیزی نخواست؟ همون شبان رو میگویی؟ شبان نیست. از کجا دانستی؟ خودت گفتی دیروز شبانی را بردی تا سکه های گوسفندانش را بگیرد. آن مرد هموست؟ نمیدانم. شاید همو بود. میخواهم او را بکشی. بکشم؟ به گمانم قصد کشتن پدرم را دارد. از کجا میدانی؟ حجت میخواهی؟ کلامت حجت ولی من نمیتوانم. جگر شیر داشتن به پوشیدن خود و زره نیست. دلت را کف دستت بگذار و خنجر آخته کن. جگر شیر نداشتم از مسیدت نمیکردم. اما تو به کدام نشانه یقین کردی که قصد جانش داری؟ فرماندهت نشانه هم داد. ابو شجاع؟ شنیدم که به شبان میگفت دانسته که او را مأمور خلیفه کردن. ببینید نعل ها را چه صیقلی دادم؟
میخواستم بی خط و خش باشد هنگام لگد کوب کردن پیکر خارجیان. طغیان کرده را اگر سر جایش ننشانی، سنگ اسلام روی سنگ نمیماند. فردا هر بی سر و پای پاپتی شطور چموشی میشود و میتازد بر پیکر دین. اگر آن خارجی از دودمان رسول باشد چه؟ ای واویلا، دیگر بدتر. حکم خداوند در کتابش روشن است. نوح پیامبر هم فرزندی داشت ناخلف. ریاست مال فارغ است. چرا؟ ناخلفی نوح را خدا گره زده بر نافرمانی از فرامینش. حسین کدام واجب را زیر پا گذاشته؟ عقایدم را میکاوی؟ میخواهم از پستوی دلت بیرون بکشم تا خاکش را بتکانی. آفت به زنت و ویلاست. امر خدا و خلیفه یکیست. حسین امر خلیفه را هم نفی کرده است هم نهی. در هیچ کجای قرآن ندیدم دستور تاختن بیاید بر پیکر فرزند نو. از ملزومات خلافت است حتما. این دیگر چیزیست که عقل من به آن قد نمیدهد. لابد برای عبرت است. و این خیمه هم وظیفه‌اش اشاره آن است. بیشک این بار هم رو سفید شدم. در سپاه ولوله است. چه خوب که تنها شدیم. ببین سبیقا یافتی؟ گرما، گرم، گرم، گرم. در سپاه نبود؟ پیدایش کردی؟ شده کر بلای تو کبه اشتیاق من، ای که مقام منام داده بکن از گلاب غنگ بر دل و جان من بزن. دست مرا گرفتی بار دگر هم کن، دست مرا گرفتی بار دیگر رها.